بچه قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، چون که توی ویدیوهای آینده یه سورپرایز، یه ویدیوی خیلی قشنگی دارم از استاد احمد ظاهر که هیچ کسی فکر کنم تا حالا ندیده اون ویدیو رو. میخوام اونو واسهتون به نمایش بگذارم، پس این کارو حتما انجام بدین و اون ویدیو رو از دست ندید. Hey, what's up? My name is Pasha XP. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. بچا امروز به درخواست این دوست عزیزمون میخوایم ریاکت بریم به آهنگ دیشب به خدا خمار بودم از استاد عبدالرحیم ساربان. قبل از اینکه بریم ریاکت رو ببینیم حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، آیدی اینستاگرام من بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. پس بریم که این ریاکت جالبو با هم دیگه داشته باشیم. Are you ready? به به، چه با سازهای قشنگی شروع شد آهنگ. ایول، مشخصی یه آهنگ خیلی فوق‌العاده‌ای پیش رو داریم و اون همه که درخواست داشتن راجع به استاد ساربان، مشخصی که باید هم همچین آهنگ قشنگی داشته باشه استاد ساربان. بریم ادامه. به 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 به، میبینید که سازها چقدر قشنگ با هم دیگه مچ شدن و تو هم دیگه گره خوردن. بریم ادامه رو گوش کنیم. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. چه بیت قشنگی. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. چقدر قشنگ بود. توقعی همچین شروعی رو نداشتم. بریم ادامه. دیشب به خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. بله، مشخصه که استاد ساربان پیش معشوقش بوده و خلاصه دیگه ادامه داستان خودتون دیگه میدونید. بریم ادامه شو گوشیم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاده یک دل این شب زدستم. من گل پرستم، بیباد مستم، امشب افتاد یک دل بر دستم. همچین چیزی من شنیدم. داره از عشقش میگه که استاد ساربان که چه اتفاقی افتاده دیشب و دلشو باخته از دیدن معشوقش. بریم ادامه. من گل پرستم، بیبادم مستم، افتاده یک دل امشب زدستم. من اولین باری دارم آهنگ استاد ساربان رو گوش میدم و میبینم که صداش چقدر گیراد، صداش چقدر شیوایی خیلی خوبی داره، تأثیر میذاره روی شنونده. تا اینجا که من واقعا دارم لذت میبرم. بریم ادامه. زدستم چوب چوب با کویت، از لای مویت دیدم زشوکی ماتاز رویت. چوب چوب به کویت دیدم، از لای مویت دیدم به شوخی مهتاب رویت. فکر کنم چوب چوب به معنای همون، اگه اشتباه نکنم، اگه به از دید ایرانی یعنی زبان ایرانی نگاه کنیم، چپ یعنی چپ چپ نگاه کرد، یعنی یواشک یواشکی نگاه کرد از لای مویاش و اون شوخی و اون چهره زیباشو دید از لای مویاش. همچین تعبیری من دارم از چپ چپ و این بیت شعر. حالا دوستان همزبان افغانستانی عزیزمون بگن که این چپ چپ واقعا به چه معناست. بریم ادامه. چپ چپ با کویت، از لای مویت دیدم ز شوخی مهتاب رویت. به 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 به، چقدر شعر تمیزیه. کسایی که توی موسیقی افغانستان مثل استاد احمد ظاهر بزرگ و استاد عبدالرحیم ساربان، اینا مثل خورشیدی هم توی آسمان که همیشه می درخشن و به قولی افتخار همه فارسی زبان ها و موسیقی شرق هست. بریم ادامهش.
موسیقیش خیلی تمیزه بچه ها. من چیز سرچ کردم نتونستم راجع به موسیقیش اطلاعاتی کسب کنم. حتما شما اگه میدونید که کامپوز این موسیقی با کیه، ترانه سراش کیه، این چیزها رو حتما واسه من کامنت کنید و خوشحال میشم. بریم ادامهش. شب که با من دو با صدایی رقصیدی و در برم ستایی دیشب که به من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم افتادی. خیلی جالب بود. همچین بیت شعری توی چندین سال گذشته، 50 سال گذشته، واقعا یک شعر تمیز و تراشیده شده است. خیلی خیلی قشنگ بودی بیت. بدیم ادامه. شب که به من دو با صدایی رقصیدی و در برم فتایی. ایوه خیلی قشنگ بودی بیت. اینو همه اون کسایی که عاشقی رو تجربه کردن، حالا تجربه قرار ملاقات اول داشتن، این شعر رو گوش کنن قشنگ درکش میکنن. بریم ادامه. نمشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل گشودم. آخه زیباتر از اینم مگه داری؟ زیباتر از اینم مگه هست؟ روحت شاد استاد ساربان، روحت شاد. حیف که یه سری از هنرمندانی که این جهان رو ترک کردن و به جهان دیگر رفتن واقعا روحشون شاد، ولی آهنگهاشون هنوزه که هنوزه ما گوش میدیم و یاد اونا تو دل ما زنده است. بریم ادامه. نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم. حالا اینجا که میگه تو نشه بودی، حالا ما توی فارسی میگیم نشه، حالا شاید دوستان افغانستانیمون توی لهجه افغانستانی بگن نشه. منظور استاد ساربان واقعا همون نشه ای که از چیز میاد، یعنی از مخدر میاده، یا اینکه از نشه حالا احساسی که حالا اون کسی که کنار معشوقش هست و اون حسی که از عشقش میگیره و یه انرژی از خودش آزاد میکنه، اونو تشبیه کرده به نشگی. اینو حتما اونایی که اطلاعات زیادی دارن واسه من کامنت کنن. بریم ادامه. نازویش و آدر بری من قربان میراهد چشمی تری من. با ناز و عشوه آه در بر من قربان راحت چشم تر من. خیلی زیبایی. یه جورایی داره قربون صدقه میره و اینکه میخواد بفهمونه که چقدر تو واسه من عزیزی. خیلی قشنگ آورده این حسشو توی این بیت. بدیم ادامه. با ناز و عشوه آدر بری من قربان میراد چشمی تری من. بچه بدون اغراق میشه گفت که این شعر از جمله شعرهای آرامش بخشیه که یعنی ساخته شده واسه اینه که آخر شب گوش بدی و آرامش بگیری و لذت ببری. بریم ادامه. بچه موسیقیش خیلی با شعر میشینه، یعنی یه جوری قشنگ با هم واسه هم ساخته شدن، هر دو مکمل هم دیگه هستن. خیلی قشنگ بود و معنی شعر با آهنگ همخونی خیلی خوبی داره. بریم ادامه. ایران سر خیلی مبازد بی طرز گلام به بستان است. پیراهن سرخ نیمه بازد بهتر از گلاب زبستان است. زبستان است یعنی اون پیراهنش قشنگیه، پیراهنش رو داره تشبیه میکنه به اون گلایی که توی بستان است، چون که دیدین بستان و جایی که گلهای زیادی از گلزار اینا چقدر زیبایی خاصی داره و استاد ساربان داره میگه این لباس تو قشنگتر است این گلزار است.
بریم ادامه. پیراهن سرخی نیمه بازد به طرز گلاب بستانه. بچه اینجوری که حالا از شعر استاد ساربان من گرفتم و از صدایشون گرفتم، مشخصه ایشون هم یکی از سرمایه‌های بزرگ موسیقی شرقه و از افتخارات کشور افغانستان و تمامی فارسی زبان هاست. الهی که روح به قبرشون بباره که اینقدر صداشون هم شیوایی خاصی داره. بریم ادامه. چشم تو نرگس، زلف تو سنبل، لبهای سرخت نازک ترنس گل. چشم تو نرگس، زلف تو سنبل، لبهای سرخت نازک تر از گل. چقدر تشبیه قشنگی برده اینجا استاد تو این شعر، هم زلفشو هم لبایشو به نازک تر از گل سرخ تشبیه کرده و چشماش هم به نرگس. یعنی میشه گفت زیباترین تشبیه ها تو این بیت به کار رفته. ایول ایول ایول، من که واقعا دارم لذت میبرم. بریم ادامه. چشم تو نرگس، زلف تو سنبل، لبهای سرخت نازک تر از گل. به 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 به، من که دارم آقا از واژه به واژه های این شعر لذت میبرم. میدونم که شما هم دارین لذت میبرید. چقدر میتونی یه شعر قشنگ باشه که این شروع به گوش مخاطب خوب بیاد. دمتون گرم از این پیشنهاد خودتون. بریم. من عشق کردم تو ناز کردی، من بستم گریبان تو باز کردی. خیلی قشنگ بودین. داشت استاد ساربان تو بیتای قبلی قربون صدقه معشوقش میرفت و حالا داره یه سری حجب و حیا و این که داره اشوه میکنه و ناز میکنه اینو داره میگه. حالا میگه من خودمو گرفتم، تو داری اصرار میکنی. چقدر قشنگ بودیم. بریم ادامه. من عشق کردم تو ناز و کردی، بستم گریبان تو باز و کردی. به 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 به، فوق‌العاده بود این آهنگ. مرسی از اون دوست عزیزی که این آهنگ رو به من پیشنهاد کرد. خیلی از دوستای این آهنگ رو پیشنهاد به من کرده بودن استاد ساربانو گوش بدم و اولین بار که بود که من دارم گوش میدم این آهنگای استاد ساربانو، من که لذت بردم. احسن احسن، واقعا افتخار تمامی فارسی زبان‌هاست. و یه قضیه هم که خیلی ناراحت کننده بود من از استاد ساربان شنیدم، اینه که در آخر عمرش فلج شده بود بنده خدا. این خیلی من ناراحت کرده بود. حالا دیگه دست بر قضا بود و حکمت خدا بود. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا حتما منو فالو کنید. ممنون از نگاه زیباتون، خیلی دوستتون دارم. گود بای.